باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه دیدار خود از اتیوپی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه نخست وزیر این کشور شرکت کرد. محور اظهارات این دو رهبر را گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و همچنین تشدید مبارزه با گروه تروریستی الشباب تشکیل می‌داد. آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها شریک راهبردی اتیوپی است و ما مشتاقانه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های ارزنده آمریکا هستیم که اخیراً به شکل نویدبخشی آغاز شده و قبلاً اغلب با کمبود آن مواجه بودیم. همکاری‌های امنیتی ما افراط‌گرایان را وادار به عقب نشینی کرده. اتیوپی توانسته با مشارکت در مأموریت صلح‌بانی اتحادیه آفریقا در سومالی مناطق تحت کنترل الشباب را محدود کند. بمب‌گذاری روز گذشته در موگادیشو بار دیگر نشان داد که گروه‌های تروریستی مثل الشباب فقط منادی مرگ و ویرانی‌اند و باید جلوی آنها را گرفت. اتیوپی یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در آفریقا را دارد و مردم امیدوارند که با حمایت آمریکا کشورشان به ثبات و شکوفایی بیشتری دست پیدا کند.